با یاد نام خدا و عیسی مسیح آغاز می‌کنیم. انجیل چیست؟ بسیار خرسندیم که می‌بینیم شما وقت صرف می‌کنید و به پیام کتاب مقدس فکر می‌کنید. شاید شما در مورد مذهب محتاج باشید. رفتن به کلیسا، انجام آداب دینی، پیروی از رسومات ما نیز با شما موافقیم. کتاب مقدس به ما یاد می‌دهد که خدا در دل و جان مردان و زنانی است که به کلام خدا گوش می‌دهند. ما تنها کارهایی را انجام می‌دهیم که در کتاب مقدس به روشنی شرح داده شده‌اند و در کمی از کتاب مقدس آورده شده است. تعمید در آب مقدس و ترویج هفتگی تعالیم کتاب مقدس به یاد عیسی مسیح دو آداب اصلی هستند. یا شاید شما یکی از آن افراد عادی هستین که خدا را در زندگی خود می‌خواهد، اما نمی‌خواهد بیش از این پیش برود. اکنون شاید در مورد بسیاری از ما که می‌خواهیم مطالب مذهبی را مطالعه کنیم، در مورد کتاب مقدس سخنی بگوییم یا در مورد آن بحث کنیم. این مسئله صادق است. جالب است که ما به وجود خدا اعتقاد داریم و مطمئنیم او وجود دارد. اما انتظار بیشتری باید کشید. با مطالعه کلام خدا، کتاب مقدس، می توانیم او را بشناسیم و نقشی در نقشه ابدی او داشته باشیم. این کتاب با روح خدا به دست افرادی که تحت تأثیر او قرار گرفتن نوشته شده است. این کلام مانند دیگر کتاب های کلام انسان ها نیست. به این دلیل است که ارزش خواندن آن را دارد. یا شاید شما تصور می‌کنید که همه آن را می‌دانید. شما به کتاب مقدس نگاه کرده اید و آن را فهمیده اید. اما اگر بسیار صادق باشید می‌بینید چیزی فراموش شده است. هنوز آن احساس خلأ وجود دارد. ترس از آینده، عدم اطمینان از سرنوشت نهایی، آن شک و تردید که مانند سگی سیاه اغلب مردان و زنان را تا لب گور دنبال می‌کند. و شما ما میگوییم یک بار دیگر سعی کن. شاید تعابیر انسانی تصورات شما در مورد کتاب مقدس را خراب کرده باشد. به خود متن کتاب مقدس بازگردید. یا شاید شما مسیحیت را به عنوان فقط یک ماجرای دیگر، تفریحی دیگر برای سرگرمی با آن، افسونی دیگر، شهری دیگر در این راه دراز میبینید که مانند همه راه به یک جا میبرد. زندگی کوتاه‌تر از آن است که این گونه با بدگمانی رفتار کنیم. روزی در قبر خواهید خوابید. روزی نهایت وحشت مرگ شما را فرا خواهد گرفت. اکنون عادلانه به متن کتاب مقدس نگاه‌هایی می‌اندازید. لطفاً صرفاً به خاطر خودتان چند دقیقه از زندگی خود را صرف این کنید که ببینید کتاب مقدس چه می‌گوید. اکنون می توانیم این سوال را مطرح کنیم که انجیل چیست؟ لطفا عهد جدید متا باب 1 را باز کنید. شرح ابتدای متا در مورد انجیل است. چنین می خوانیم: کتابی است درباره سرگذشت عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. این کاملا آن چیزی نیست که ما انتظار داریم. او می گوید عیسی مسیح از نسل داوود و ابراهیم است و این مسئله در نظر متا شروع انجیل است. پولس نیز آن را همان گونه می‌بیند. نگاهی به غلاطیه 8 باب 3 بیاندازید. و کتاب آسمانی پیش بینی کرده بود که خدا مردم را به خاطر ایمانشان نجات می‌دهد. از این رو وقتی خدا با ابراهیم سخن گفت به او فرمود همه آنان این که مانند تو باشند بخشوده خواهند شد. به همین دلیل انجیل آن چیزی را که به ابراهیم وعده داده شده بود، آن چیزی که پولس میگوید، لذا اگر درک کنیم که خدا چه وعده‌ای به ابراهیم داده بود، میتوانیم درک کنیم که انجیل چیست. پس اجازه دهید به عهد قدیم برویم و ببینیم خدا به ابراهیم چه گفته است. ما به آفرینش اولین بخش کتاب مقدس میرویم. آفرینش 8 باب 17: و من تمامی سرزمین کنعان را که اکنون در آن قریب هستی
تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم بود. پس به ابراهیم گفته شده است که او و فرزندانش برای همیشه بر روی زمین زندگی خواهند کرد. لذا زندگی ابدی عقیده ای است که در عهد قدیم مطرح شده است. توجه کنید، چرا که پیام ضروری کتاب مقدس نیز همان است. چگونه این طور می تواند باشد؟ به آفرینش 22 باب 17 و 18 بازگردید. تو را چنان برکت دهم که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشمار شوند. آنها بر دشمنان خود پیروز شده موجب برکت همه قومهای جهان خواهند شد، زیرا تو مرا اطاعت کرده ای. ابراهیم وجود داشت تا از او فرزندی ایجاد شود که باعث رحمت همه عالمیان باشد. اکنون چگونگی نگاه کردن به کتاب مقدس باید اینگونه باشد که ببینید چگونه خود کتاب مقدس خود را شرح می دهد و به ما تصویری از خود می بخشد. اکنون آنچه را در بالا دیدید از عهد جدید در اعمال رسولان 3 باب 25 و 26 نقل می کنیم. اجازه دهید به آنجا برویم و تفسیر را بیابیم. شما فرزندان همان پیغمبران هستید و خدا به شما نیز مانند اجدادتان وعده داده است که تمام مردم روی زمین را به وسیله نسل ابراهیم برکت دهد. این همان وعده ای است که خدا به ابراهیم داد. از این جهت خدا خدمتگزار خود را اول از همه نسل شما بنی اسرائیل فرستاد تا شما را از راه‌های گناه آلودتان بازگرداند و به این وسیله به شما برکت دهد. بنابراین اصل ابراهیم کیست؟ عیسی. و چه محبتهایی او قادر است به مردان و زنان کل جهان ببخشد؟ محبت، بخشش و رستگاری. اجازه دهید بیشتر پیش برویم. به غلاطیه 3 باب 16 می رویم. به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و فرزند او وعده هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده هایی را به فرزندان او خواهد داد که منظور یهودیان باشد، بلکه فرمود که وعده ها را به فرزند او عطا خواهد کرد که عیسی مسیح باشد. لذا اصل ابراهیم یک انسان است، تکی، عیسی. اما چطور یک فرزند می تواند به این همه انسان تبدیل شود، مانند ستارگان در آسمان؟ بیایید غلاطیه 3 باب 27 و 29 را بخوانیم. و همه ما که تعمید گرفته ایم جز از وجود مسیح شده ایم و مسیح را پوشیده ایم. دیگر فرقی نمی کند که یهودی باشیم یا غیر یهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم. و اکنون که از آن مسیح شده ایم فرزندان واقعی ابراهیم می باشیم و در نتیجه تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد به ما نیز داده شده است. پس تنها آنهایی را که در آب مقدس تعمید کرده اند در قسمتی از این وعده آمدند، وعده زندگی ابدی بر روی همین زمین. این دلیل این است که باید تعمید کنیم اگر می خواهیم رهایی یابیم. پولس می گفت امیدش امید اسرائیل بوده است. اعمال رسولان 20 باب 28. وقتی نیز با مرگ روبرو شد این امیدش بود، امید اسرائیل. پس تعمید چیست؟ این کار آب پاشیدن نیست. عهد جدید به یونانی نوشته شده است و معنای تعمید ترجمه است از فرو رفتن واقعا عمیق. از آن برای غوطه بر شدن کشتی، فرو رفتن آن در آب یا یک تکه لباس که با غوطه بر شدن در آب رنگش برگردد استفاده شده است. نگاهی به متی 3 باب 13 و 16 می اندازیم. در آن زمان عیسی از ایالات جلیل تا رود اردن به راه افتاد تا در آنجا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی مانند او شد و گفت این کار شایسته نیست و این منم که باید از تو تعمید بگیرم. اما عیسی گفت مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم.
پس از تعمید در همان لحظه که عیسی از آب بیرون آمد، آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت. آنگاه نگاهی از آسمان فرا رسید که این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. عیسی به درون آب فرو رفت و از آن بیرون آمد. او وقتی بالغ بود تعمید نبود، نه وقتی که یک کودک بود و با فرو رفتن تعمید نمود و نه با آب پاشیدن. به این دلیل بود که تعمید در رودخانه انجام شد و اگر او تعمید کرده است، ما نیز باید تعمید کنیم. این فرو رفتن و بیرون آمدن مرگ و رستاخیزی عیسی را نشان می دهد و اینکه ما تصمیم گرفته ایم که مرگ او و رستاخیزیش را مرگ و رستاخیزی خود کنیم. به همین دلیل است که این کار باید به شکل قوس باشد و نه آب پاشیدن. نگاهی به رومیان 6 باب 3 و 5 می اندازیم. مگر نمی دانید که وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردیم و قوس تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او تبعیت گناه آلود ما نیز مرد؟ پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم از گناه که گناه دوست می داشتیم با او در آب تعمید دفن شد و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک خواهیم شد. بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شدیم و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه او شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. این دلیلی است بر اینکه شما باید تعمید کنید، آن را هدف زندگی خود قرار دهید، عیسی مسیح را قبول کنید. با تعمید به عیسی ما قسمتی از او می شویم و بنابراین این وعده ما نیز شامل می شود. پس او باز می گردد، ما نیز رستاخیز داریم، به محکمه کشانیده می شویم و سپس اگر ما با ایمان زندگی کرده باشیم و اساس گفته خدا به ما زندگی ابدی داده خواهد شد که خود او اکنون دارا است و ما پس از آن برای همیشه در قلمرو خدا بر روی زمین زندگی خواهیم کرد. اگر ما بر این باور داشته باشیم، زندگی معنی جدیدی می‌یابد. با همه مشکلات مادی که داریم در خواهیم یافت که این مشکلات موقتی هستند. و هنگامی که عیسی باز می‌گردد، او به ما یک زندگی جدید و ابدی می‌بخشد. این امر دلیل این است که در کتاب مقدس و در عیسی امید واقعی وجود دارد. این امید آنچنان امید قوی است که مشکلات کنونی ما در برابرش چیزی به نظر نمی‌رسد. اما چگونه است که این مرد عیسی مسیح می تواند ما را نجات دهد؟ او نماینده ما بود و به همین دلیل است که ما باید در مرگ و رستاخیزیش تعمید کنیم، چون او مانند ما بوده است. نگاهی به عبرانیان 2 باب 14 و 18 می اندازیم. از آنجا که این فرزندان خدا انسان هستند و دارای گوشت و خون می باشند، او نیز گوشت و خون شده و به شکل انسان در آمد، زیرا تنها با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و ما مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد. شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود، تنها از این راه بود که می توانست آنانی را که در تمام عمرشان در وحشت مرگ به سر می بردند و اسیر ترس بودند رهایی دهد. همه ما می دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی از نسل ابراهیم می باشند دستگیری نماید. به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همه حال که نسبت به انسان کریم و رحیم می باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. زیرا از آنجا که او خود
عذاب دید و وسوسه شد، قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه درک کند و به کمک او بشتابد. در متن می‌بینیم که شیطان یک حیوان یا یک اژدها نیست. از آن به عنوان تجسم گناه استفاده شده است. جزای گناه مرگ است. رومیان 6 باب 23. اما در اینجا می‌خوانیم که شیطان قدرت مرگ دارد. لازم است که با طبیعت خیش بجنگیم، نه با موجودی نادیدنی که بیرون از ما است. آیه 14 این مطلب را چندین بار ذکر می‌کند. او خودش شبیه همانند با همان ذات مانند ما. با این وجود اغلب گروه‌های مسیحی اینگونه تدریس می‌کنند که سه خدا در یک ابدیت وجود دارد و یکی از آنها عیسی است، اما این چیزی نیست که کتاب مقدس می‌گوید و بر طبق عبریان درک این که عیسی را درست درک کنیم حائز اهمیت است. او دقیقاً از ذات ما است. نویسنده آن را 4 بار تاکید می‌کند. او مانند ما وسوسه شده است. و چطور ما وسوسه می شویم؟ با طبیعت انسانی خیش. اجازه دهید نگاهی کنیم به نامه یعقوب 1 باب 13 و 15. وقتی کسی وسوسه شد به گناهی کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند، زیرا خدا از بدی و گناه دور است و کسی را به انجام آن وسوسه و ترغیب نمی کند. وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال ناپاک او را در انجام کارهای گناه آلود می کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می شوند که مجازات الهی است. به این معنی است که عیسی ذاتی مانند ذات انسانی ما داشته است. خدا نمیتواند وسوسه شود. او میگوید اما بر طبق گفته عبرانیان عیسی وسوسه شد. لذا عیسی خودش خدا نبوده است. او یک انسان است و به واسطه تولد فرزند خداست و نواده داوود و ابراهیم از طریق مریم است. در غیر این صورت خدا نمیتواند به دنیا بیاید، اما عیسی به دنیا آمد. خدا هرگز نمیمیرد، اما عیسی مرد. ما نمیتوانیم خدا را ببینیم، اما انسانها عیسی را دیدند و با او سر و کار داشتند. همچنین عیسی قبل از تولدش وجود نداشته است. او فرزند خدا از طریق مریم بود. نگاهی میاندازیم به لوقا 1 باب 35 و 31. تو به زودی باردار شده و پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی نهاد. او مردی بزرگ خواهد بود و پر خدا نامیده می شود و خداوند تخت سلطنتش جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم بنی اسرائیل حکومت کند و این حکومت هرگز پایان نخواهد یافت. اما مریم از فرشته پرسید چگونه چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ هرگز دست مردی به من نرسیده است. فرشته جواب داد روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده فرزند خدا خوانده خواهد شد. به فعل‌های آینده دقت کنید. او فرزند خدا خواهد بود. مریم او را در رحم خود باردار خواهد بود. اینجایی است که عیسی آغاز می شود. برخلاف شعارهایی که می گویند عیسی همواره از ابتدا با خدا بوده است، توجه کنید که مریم نیز یک انسان معمولی بوده است. عیسی نواده ابراهیم و داوود است و این هم زمانی درست است که مادرش نواده آنان باشد. اگر عیسی خدا بود، پس مریم مادرش خدا است و او یک زن معمولی نیست. اگر بر طبق گفته کتاب مقدس عیسی فرزند خدا و همچنین فرزند انسان نواده ابراهیم و داوود از طریق مریم بوده است، واضح است که مریم یک زن معمولی بوده است. اگر بر طبق گفته کتاب مقدس عیسی فرزند خدا و همچنین فرزند انسان نواده ابراهیم و داوود از طریق مریم بوده است، واضح است که مریم یک زن معمولی بوده است. این یک امر همه یا هیچ است. نظام باور درست یا نظام باور غلط. باور داشتن به نظام درست اهمیت دارد، چون این
دکترین بر نحوه زندگی ما تأثیر دارد. نگاهی می اندازیم به عبرانیان 4 باب 15 و 16. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامده و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. چون عیسی از ذات ما بوده است، بنابراین دعاهای ما میتواند با اطمینان از طریق او به خدا برسد. ما یک کشیش انسان، ساختمان کلیسا یا پیشوای روحانی نیاز نداریم تا دعاهای ما را مورد قبول قرار دهد. بنابراین میتوانیم مطالعه بالا را در این چند نکته خلاصه کنیم. 1. تنها یک خدا وجود دارد، نه سه خدا. 2. عیسی مسیح پسر خدا است، نه خود خدا. او قبل از تولدش وجود نداشته است. ما همه وسوسه ها و تجربیات انسانی را داریم، اما او هرگز گناه نکرده است. او در مرگی دردناک زندگیش را به ما بخشید، اما پس از آن، چون او هرگز گناه نکرده است، خدا او را بعد از مرگ رستاخیز می کند. 3. ما به عنوان افراد بالغ با تعمید به عیسی با فرو رفتن در آب در مرگ و رستاخیزی او شریک می شویم. 4. پس وقتی عیسی مسیح باز می گردد، ما رستاخیز می شویم، به محکمه آورده می شویم و در قلمرو او زندگی ابدی می یابیم که همینجا در همین زمین است. این قلمرو مانند جهانی است که در باغ عدن بوده است. مانند هنگامی خدا انسان را آفرید و درختی بهتر از آن. همه مشکلاتی که اکنون بر روی زمین داریم، جنگ، قحطی، ناراحتی، حتی خود مرگ برای همیشه تمام خواهد شد. 5. بعد از مرگ ما از خود بی خود هستیم. جهنم تنها معنی قبر دارد. 6. روح ابدی نیست. ما از خاک آفریده شدیم و به خاک باز می گردیم. جان نیروی حیات در درون ما است که خدا وقتی می میریم آن را از ما پس می گیرد. ما بعد از مرگ به هیچ شکلی آگاه نیستیم. 7. شیطان سمبولی است از علایق پست انسانی در درون ما و ما باید با آن مبارزه کنیم. نام یک اژدها یا عفریتی که وجود داشته باشد نیست. خدا 100% قدرتمند است. او قدرت خود را با شیطان تقسیم نمی کند. هرگز تقسیم نمی کند. همه مسائل ما از سوی خدا است و نه از سوی شیطان و بنابراین یک هدف معنوی مثبت در آنها وجود دارد. 8. با خواندن کتاب مقدس باری خودمان می توانیم راه درست به سمت خدا را دریابیم. من از شما می خواهم که این مطالب را مطالعه کنید و به خودتان یک لحظه آرامش ندهید تا دریابید که انجیل درست کدام است. من امیدوارم که شما دوره رایگان کتاب مقدس را مطالعه خواهید کرد و به خودتان هدف می دهید تا یک روز تعمید شوید با فرو رفتن در آب. سپس شما می توانید واقعا به زندگی ابدی امید داشته باشید. خب ما نمی توانیم زندگی ابدی را تصور کنیم. من تنها می توانم یک خط طولانی طولانی بدون انتها را تصور کنم که تا مسافت ها ادامه دارد و ما در این زندگی تنها میلیمتری در ابتدای آن هستیم. این واقعا امید ما است. اگر ما با عیسی تعمید کنیم و با او زندگی کنیم، ما از شما درخواست داریم که همه این مطالب را جدی بگیرید و آن را مانند مذهب صرف و چیزی معمولی تصور نکنید. دانکن هیستر.